شب دوشنبه آخوند روحانی برخلاف همه مقام ها و مهره های رژیم گفت که هیچ نگرانی نسبت به اوضاع رژیم نداره و اغتشاشاتی که در دی ماه شروع شد هم مهار شد. اما از سرکردگان سپاه پاسداران گرفته تا امام جمعه های شهرها و تا اعضای مجلس همه نگران اوضاع هستند، به ویژه نگران قیام و اعتراضات مردم. گفتگوی این قسمت برنامه ما در واقع به همین موضوع اختصاص داره و در خدمت آقای اسحاق علی نژاد هستیم. خیلی خوش آمدید و شبتون بخیر. با تشکر از شما و با سلام خدمت همه هموطنانم. بله. آقای علی نژاد، چرا روحانی میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ نگرانی ندارم و در واقع اختشاشات مهار شده اما بقیه بسیار عریان اظهار نگرانی میکنه؟ این کار روحانی سوت زدن تو تاریکیه. این انکارش اینقدر مفتزهه، صدا باند خودش هم در آورده. ولی با وجود این انکار، روی موضوع اصلی و دغدغه اصلی و نگرانی و کابوس اصلی رژیم روحانی دست گذاشت تو همین سخنرانی دوشنبه شب. من این جمله شو براتون بخونم که اون نگرانی پیوند قیام با مجاهدینه. روحانی: اعتراض مردم اشکال نداره، تظاهرات مردم اگر در چارچوب قانون باشه حق مردمه، منتها نه اینکه یک عده‌ای پاسخ بدهند به یک گروهک. خوب اگه گروهکه، چرا خودت شخصا دو بار تلفن میزنی مستقیما به رئیس جمهور فرانسه ماکرون که مجاهدین رو محدود کن؟ یکی بعد از قیام دیما، یکی قبل از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران تو پاریس، یعنی کهکشان پاریس. خب پس جدیه دیگه نگرانی و دغدغش، چون این آخوند خوب میفهمه. این خامنه‌ای که گفت یکی از سرس مثلث، کسانی که برنامه ریزی کرده بودن، تر ریخته بودن از ماها قبل برای این قیام مجاهدینن، میدونه که این مردمی که اومدن تو خیابون موقعی که با مجاهدین پیوند میخورن، حرکت حتی اگه سنفی باشه، سرگرونی باشه یا هر اعتراض معیشتی، بلا فاصله تبدیل میشه به ساختار شکنان و براندازی. اینم فقط روحانی نیست، همین جلسه امروز مجلس رژیم رو شما نگاه کنید، این علی ربیعی وزیر کار آخوند روحانی رو استیضاح و برکنارش کردن. این از کهنه‌کاره وزارت اطلاعات، معاون سابق وزارت اطلاعات بوده، از مجاهدین میترسونه، رو دغدغه اصلی رژیم دست میذاره. میگه یه روزی تو تهران 12,000 میلیشیا، یعنی میلیشیای مجاهدین، تو توپخونه رژه میرفتن، تو هر شهرم 1,000 نفر رژه میرفتن. اگه چی اون دوره رو گذروندیم، اما الان شرایط سختی پیش رو داریم. الان امروز ما داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم، نقاط اتصالمون رو داریم تو جامعه از دست میدیم. یکی از نماینده مجلس اسم حسن نوروزی برمیگرده میگه بابا اینقدر ما رو از مجاهدین نترسونید. این جمله شو براتون بخونم. یکی از مسائلی که من میخوام عرض کنم، بعضی ها میگویند که منافقین دارن دعوت میکنن به تظاهرات و غیره، با ادبیات خودشه دیگه. من خودم تا آخرین قطره خون میایستم با آنها میجنگم. پس معلومه وحشت برداشت دیگه همه رو از این فراخانه مجاهدین و از اومدن مجاهدین. فقط هم رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس نیست، قوه قضاییش هم است. رئیس قوه قضاییش همون روزی که روحانی این حرفا رو زده بود میگه مجاهدین را برای ایجاد آشوب بسیج کردند. همه نیروها اعم از ضد انقلاب داخلی و خارجی، کانالای ماهواره ای، سایتا، همه بسیج شدند و مجاهدین برای دامن زدن به اختشاشات بسیج شدند. اینم فقط منحصر به این سه تا قوه رژیم نیست، پاسداراش، فرمانده لشکره سپاه، استاد نیروی مسلحش، نمایندگی ولی فقیه تو سپاه پاسداران، نماینده های مجلس، امام جمعه ها، همه از دم همین در واقع نغمه را سر میدن. در رابطه با سرکردگان نظامی رژیم و همین سران سپاه پاسداران که اشاره کردین، حرف اونا مشخصاً چیه؟ حرف همشون یکی تو محتوا. میگن الان که مردم اومدن تو خیابونا، هر روز تظاهراته، وقتی مجاهدین دست میگیرن، این در واقع خصلت ساختار شکنانه و براندازانه داره. شعاره اینا دارن سمت و سو میدن، دارن از این استفاده میکنن، مخصوصا که اینا تو هر منطقه و هر شهری هم کانون شورشی دارن. سپاه پاسداران روز 14 مرداد یه مطلب مفصل زده تحت عنوان کانونهای شورشی،
با همین عنوان من چند جمله شو براتون بخونم. با حمایت مریم رجوی و با فعال شدن مهرهای خاموش منافقین در داخل کشور، هسته های چند نفره موسوم به کانون شورشی تشکیل و شروع به فعالیت خرابکارانه کردند. آنها بهترین راه برقراری ارتباط و در بستر شبکه مجازی یافتند و توانستند با استفاده از امکانات این رسانه ارتباطی پروژه اغتشاش در کشور رو کلید بزنند. ستاد نیروی مسلح رژیم، یه نفر از رضا حسینیه، این از این فرماندهان قرارگاه جنگ نرم رژیمه. ببین چی میگه. میگه تو فضای دانشگاه 11 مرداده سخن مجاهدینه، در صفوف کامیون داره و بازار یا باز مجاهدین نفوذ کرده و خددهی میکنن. فضای مجازی پر شده از حرکات مجاهدین، به طوری که تنها با 10 دقیقه جستجو 30 کانال مجاهدین پیدا کردم. هر کس بگه مجاهدین نیستند، یا مردن یا مغرضه یا جاهله. یک لیست بلند بالای انجلی منه. سرتیپ بسیجی امیر حاتمی وزیر دفاع رژیم میگه دشمنان در صدر سرنگونی نظامن. مجاهدین از سال 1360 دست به اقدامات بیشمار علیه نظام زدن و هنوزم ادامه میدن. سرلشکر بسیجی عبدالرحیم موسوی سرکرده ارتش تحت امر خامنه‌ای، همین که مجاهدین به بهانه مشکلات اقتصادی به خیابونا میان اختشاشاتو سمت و سو میدن. پاسدار اسماعیل کوسری جانشین قرارگاه ضد سرالله تهران حفاظت تهران، اونم حرفش اینه که مجاهدین میخوان بر روی مشکلاتی که به وجود اومده موج سواری کنن. فرمانده انتظامیشه میگه مجاهدین حامی تحرکات اخیرن. نماینده ولی فقیه تو لشکر 8 نجف اشرفه میگه مجاهدین میداندار اختشاشات اخیرن. همین جور بخونم براتون انبوهی میشه. این نگرانی هم روز به روز بیشتر میشه. چرا؟ شما همین هفته گذشته رو نگاه کنید. قیام از کرج و اصفهان شروع شد، کشید به تهران، شیراز، اندیمشک، عراق، شاهینشهر، نجف آباد، قم. همه اینا هم شعاره. با چه شعاره؟ با چه رادیکالیزمی؟ این ماه ماه خونه، آخون سرنگونه، میکشم میکشم آن که برادرم کشت، وای به روزی که مسلح شویم. کما اینکه تو کرج شهید دادیم، رضا اوتادی شهید شد که خود سپاه پاسداران اعتراف کرد. همین دیروز پریروز خاک سپاریش بود تو بهشت زهرای تهران. از این میترسن، نگرانیشون. یعنی اینکه این هی گور میگیره، هی رادیکالیزه میشه. و در واقع در یک کلام بخوام خدمتتون عرض کنم، همون مضمون اطلاعیه شماره 10 ارتش آزادی بخش ملی ایران که قیام ادامه داره، قیام گسترش پیدا میکنه، قیام عمیق میشه، قیام با مقاومت سازمان یافته پیوند خورده و پشتوانه داره و این رژیم هم هیچ راه حلی نداره، هیچ برگی نداره و هیچ راه برون رفتی هم نداره. همین محتوا رو امروز سپاه پاسداران توی یکی از سایتاش کامل گفته، برای تو میخونم. این همون سایت سپاه. در یک تحول جدید، رجوی برای تقویت روحیه اختشاشگران در فراخانی که اخیراً برای به اصطلاح کانونهای شورشی فرستاده، به آنها وعده داده که این اختشاشات ادامه خواهد داشت، روز به روز گسترش میابد و اختشاشات را سازمان یافته در از گذشته قلم داد کرده و مدعی شده که نظام توان مقابله با آنان را ندارد، که همون محتواست. خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون.